سلام دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه امروز میخوام در مورد جدا کننده ها صحبت کنم مثلا اینکه چطوری میتونیم تاریخ ها رو جدا کنیم برای شروع کار اول از همه ما اون محدوده رو انتخاب میکنیم به صورت کامل اون محدوده رو انتخاب میکنیم راست کلیک میکنیم و فرمت سلز رو میزنیم تو قسمت کتگوری قسمت کاستوم اینجا تایپ جنرال رو پاک میکنیم به صورت کامل و این چیزی که این فرمولی که من میخوام بگم رو باید بنویسیم به خاطر همین برای اینکه کارمون خیلی راحت تر میشه برای شروع کار دو تا شارپ قرار میدیم یا همون دو تا هشتک رو قرار میدیم دابل کوتیشن میزنیم بعد اسلش رو میزنیم دوباره دابل کوتیشن دو تا شارپ باز دوباره دابل کوتیشن اسلش دابل کوتیشن دو تا شارپ اگه قسمت سمپل رو نگاه کنی نمونهمون به صورت کامل اینجا نشون میده که چجوری اینجا جدا شده این عددمون وقتی اوکی رو بزنم میبینیم که تمام اون محدودمون به صورت دو رقم دو رقم و به صورت روز ماه و سال جدا شده رو به ما میده حالا من میخوام اینجا سه تا تابه رو معرفی کنم که لفت مید و رایت هستش که لفت دو رقم سمت چپ رو جدا میکنه حالا یه رقم دو رقم هر چی از سمت چپ جدا میکنه و مید از وسط جدا میکنه و رایت هم از سمت راست جدا میکنه من اینجا تابه رو مینویسم مساویه لفت پرانتز باز میگه اون سلول اون متن یا اون قسمتی که میخوای جدا بشه انتخاب کن و انتخاب میکنیم و نقطه ویرگول یا همون جدا کننده رو مینویسیم وقتی که نوشتیم میگه چند رقم جدا کنم میگم دو رقم جدا کن پرانتز بسته و اینتر رو میزنم به من 97 که همون سال هستش رو نشون میده تو قسمت بعدی مساوی مید از وسط میخوام جدا کنم میگه اون سلول رو به من بگو من این سلول رو بهش نشون میدم میگه از کدوم رقم شروع کنم به جدا سازی نقطه ویرگول رو میزنم 94 صفت و صفت یک اینجا 9 عدد اولمون هستش از سمت چپ 4 عدد دوممون هستش و 3 عدد سومه پس من اینجا 3 رو وارد میکنم چون میخوام از صفر شروع کنه نقطه ویرگول رو میزنم دوباره و میگه چند تا جدا کنم میگم دو تا و پرانتز بسته و اینتر رو میزنم به من صفت یا اما رو میده و اما تابع بعدی تابع رایت right هستش پرانتز باز و میگه اون سلول رو انتخاب کن سلولش رو انتخاب میکنم نقطه ویرگول رو میزنم میگه چند رقم چند رقم از سمت راست جدا کنم میگم دو رقم دو رقم پرانتز بسته و اینتر رو میزدم به من کامل سال ماه و روز رو میده و حالا میخوام از این تابه که بهتون گفتم به صورت ترکیب استفاده کنم اینجا من اولی چند تا عدد یا همون تاریخ دیگه بدون اسلش رو مینویسم مثلا 92 صف 2 صف 2 مثلا صف 3 6 اینا رو مینویسم برای این قسمت برای سلول اولی مساویه با لفت رو مینویسم مثل همون قبلی ها هستش فقط یه خورده بعضی جاش فرق میکنه میگه اون سلول رو انتخاب کنم که میگم این سلول نقطه ویرگول رو میزنم میگم دوتا دوتا جدا کن پرانتز بسته و اینجا شکل اند رو قرار میدم شیفت هفت رو نگه دارید اند اینجا قرار داده میشه دابل کوتیشن اسلش دابل کوتیشن و باز هم اند این بار مید رو وارد میکنم مساویه میگه سلول مورد نظر این سلول نقطه ویرگول که از کدوم عدد شروع کنیم میگم از سومی شروع کن نقطه ویرگول و دو رقم, دو رقم جدا کن پرانتز بسته and double quotation slash double quotation و باز هم and و این بار میگم از right پرانتز باز این سلول نقطه ویرگول و دو رقم پرانتز بسته و اینتر رو میزنم که اومد خیلی راحت بر من این سلول رو جدا سازی کرد و وقتی که روی این سلول کلیک کنم و درگ کنم ببینید بیام این گوشه درگ کنم به سمت پایین این یکی سلول ها رو هم به صورت ناخودآگاه بر برای من جدا سازی میکنه ببینید بهترین روشی برای جدا سازی همون روش اولی هستش که خدمتتون گفتم گفتم این محدوده انتخاب میکنیم راست کلیک میکنیم فرمت سلز قسمت کاستوم اینجا جنرال سری مینویسم دو تا هشتگ یا شارپ دابل quotation اسلش دابل quotation هشتگ quotation, slash, double quotation sharp. به همین راحتی برای ما میاد اینجا جدا سازی میکنه یعنی بهترین راه همین هستش ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید بهتون پیشنهاد میدم که عضو کانال ما بشید کانال ما رو سابسکرایب کنید دکمه زنگوله هم بزنید تا از انتشار ویدیوهای بعدی ما مطلع بشید خیلی ممنون تا ویدیوی بعدی خداحافظ شما